وقتی ما به تحرکات نظامی نگاه میکنیم میبینیم از فروردین 1399 متعاقب ورود اسرائیل به معامله بزرگ غرب و رایزنی برای صلح با عرب در منطقه، ایالات متحده آمریکا چندین ناو هواپیمابر جنگی و هسته‌ایش رو فرستاده تو خلیج فارس. از جاهایی که مستقر بودن یک مقدار از آبهای ایران فاصله گرفتن. از جنوب عراق شما نگاه میکنید، ایالات متحده آمریکا کل نیروهای نظامیشو از پادگانها و پایگاهاش تخلیه میکنه، میبره در اقلیم کردستان و در اطراف کرکوک و اربیل مستقر میکنه. پایگاه عین الاسد و دو گروهان فقط نیروی هوایی رو مستقر میکنه و پایگاه عین الاسد رو فقط و فقط آماده فرود و تکاف برای بزرگترین بمب افکن خودش B-52 میکنه. نگاه میکنیم در منطقه شمال عراق، در اقلیم کردستان و کلن شمال و شمال غربی عراق 28 دستگاه سامانه موشکی پاتریوت رو مستقر میکنه. نگاه میکنیم نیروهای نظامیشو از خاک سوریه خارج میکنه، باز میاره تو شمال عراق مستقر میکنه. بخشای از تسلیحات نظامیش که در افغانستان بود و جابجا میکنه و به مرز ایران نزدیک میکنه و تعدادی از تانک ها و هنگ زرهی خودش رو اونجا دوباره بازسازیش میکنه. در عربستان نزدیک به 1300 میلیارد دلار تسلیحات نظامی معامله میشه. قرارداد واگذاری هواپیمای جنگنده F-35 با امارات متحده عربی بسته میشه. نگاه میکنیم قاسم سلیمانی رو در عراق کتلت میکنن، قبل از اون از موصل بلند میشن بر علیه جمهوری اسلامی به عنوان مداخله در امور سیاسی عراق قیام میکنن. ارتش عراق بخشی که با حکومت عراق نیست و در واقع زیر مجموعه سیاستگذاری های ایالات متحده آمریکا هست، شروع به بازسازی و ریکاوری خودش میکنه در خط جنوبی از جنوب جزیره فاب تا نزدیک به مرز مهران بازسازی میکنه خودشو. در شمال ایران شاهد هستی نیروهای ترکیه، نیروهای شبه نظامی و تروریستی داعش رو انتقال میدن به جمهوری ایران برای مقابله با ارمنستان. و امروز نه تنها این نیروهای شبه نظامی تروریستی از خاک جمهوری ایران خارج نشده، بلکه بخشی از تسلیحات نظامی و بخشی از نیروهای نظامی ترکیه در خاک جمهوری ایران مستقر هستند و موندگار شدند. همزمان با این احداث و استقرار پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی امنیتی دشمن فرضی شماره یک جمهوری اسلامی در مناطق جمهوری ایران، در خاک ترکیه، در عراق، در عربستان و امارات شکل می‌گیرد. هفته گذشته یا اوایل همین هفته بود، ناو هواپیمابر آمریکایی از خلیج فارس و آب‌های منطقه‌ای که مربوط به ایران هست خارج شد و به سمت آب‌های دریای جنوب هند و سمت جنوب چین حرکت کردند. و در واقع این استراتژی از تیررس خارج شدن موشک‌ها و تسلیحات نظامی هستش که این وسط دارن کار میکنن. تمام اینها رو که با هم جمع بکنیم میرسه به یک جنگ. حالا بسیاری از همیهنان ما فکر میکردند که دونالد ترامپ میتونه برگ پیروزی باشه برای مردم ایران. اگر در زمانی که جمهوری اسلامی با فشار حداکثری دونالد ترامپ به ضعیف‌ترین دوران تاریخی از نظر اقتصاد و تأمین منابع مالی خودش برای مدیریت کشور رسیده بود
مردم عزیز ما قیام می کردند و امروز می اومدن وسط با حفظ یک فاکتور اساسی و اون آمادگی ارتش ایران برای حمایت از مردم، شاید ما می تونستیم از فرصتی که به دست آورده بودیم از فشار حداکثری تبدیل به یک تهدید بزرگ و در نهایت به یک پیروزی بکنیم تا جمهوری اسلامی رو سرنگونش بکنیم. اما اینکه دونالد ترامپ بیاد شرایط رو مهیا بکنه، اینکه دونالد ترامپ بیاد با ارتش آمریکا جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه تا مردم ایران برن پای صندوق رأی، اینکه دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا بیاد کاری رو بکنه که مردم ایران به خواستشون برسن، فقط در خواب و خیال هست.